روحانی روز چهارشنبه هفتم بهمن وارد پاریس شد و گفت که فصل تازه در روابط ایران و اروپا از جمله با فرانسه آغاز شده است. همزمان اعلام شد که شرکت پژو به ایران باز می گردد و خودروهای آن از سال 2017 وارد بازار کشور می شود. در جریان سفر دو روزه ای آقای روحانی به فرانسه انتظار می رود که 20 سند همکاری در زمینه های مختلف امضا شود. این اسناد پنج شنبه ظهر با حضور رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در کاخ الیزه امضا خواهد شد. یکی از این قراردادها مربوط به بازگشت شرکت پژو به بازار خودروی ایران است که محصولات آن را شرکت ایران خودرو و با وارد کردن قطعات از فرانسه تولید خواهد کرد. گفته می شود با اجرای این قرارداد سالان دویست هزار دستگاه خودروی پژو در ایران تولید می شود. شرکت پژو در سال 2012 و پس از تشدید تحریم های جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب به همکاری خود با ایران خود رو پایان داد. ایران تا آن زمان پس از فرانسه بزرگترین بازار خودروهای تولیدی پژو بود. تهران امیدوار است که با لغو تحریم های بین المللی و عادی روابط خود با دنیای خارج به ویژه اروپا راه برای سرمایه گذاری خارجی در ایران باز شده و اقتصاد کشور رونق بگیرد. یکی از مهمترین قراردادهایی که انتظار می رود در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه امضا شود خرید دهها فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس است. حسن روحانی روز چهارشنبه و پیش از ترک ایتالیا در گفتگو با خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا بیشترین ضرر را از های ایران متحمل شد چون همکاری اقتصادی با دیگر شرکا از جمله چین و روسیه در دوره تحریم هرگز قطع نشد وی تصریح کرد روابط اقتصادی سنتی و خوب ایران با کشورهای اروپایی با اعمال تحریم ها مشکل شد و عملا این تحریم ها باعث شد تا اروپایی ها از فعالیت در بازار ایران محروم شوند. اما اکنون شرایط برای یک همکاری اقتصادی پرسود و برپایی شرایط برد برد میان ایران و کشورهای اروپایی مهیاست. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رد صلاحیت های دو نامزد انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی گفت که علاقمندم مندم درباره مسائل داخلی کشورمان بیشتر در داخل کشور صحبت کنم. با این حال وی ای اظهار داشت پیش بینی من این است که انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آنچنان که در ذهن شما بود بد نخواهد بود آقای روحانی افسود اگرچه اختلاف نظرهایی در مسائل جزئی وجود دارد اما امید زیادی دارم که شورای نگهبان به عنوان نهادی بسیار مهم در کشور در آخرین مرحله بررسی صلاحیت ها ها را برطرف کند و انتخابات هفتم اسفند با حضور گسترده مردم باعث تقویت بیش از پیش نظام جمهوری اسلامی شود. انتخابات مجلس خبرگان در حال قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود که بیش از 70 درصد نامزدها رد صلاحیت شده یا صلاحیت آنها به گفته شورای نگهبان احراز نشده است. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز که دوازده هزار نفر ثبت نام کرده بودند بیش از 60 درصد رد صلاحیت شدند. این رد صلاحیت اعتراض های زیادی برانگیخته است ولی به نظر میرسد که به رقم شکایت بیش از پنج هزار نام زد که وزیر کشور ایران خبر آن را اعلام کرده است تنها تعداد معدودی از آنها تایید صلاحیت شوند. آقای روحانی همچنین شامگاه چهارشنبه در دیدار با جرار لارشه رئیس مجلس سنای فرانسه گفت تهران و پاریس می توانند در پرتو روابط دو جانبه مسائل منطقه‌ای و بین المللی اقدامات بزرگی را به نفع منافع دو ملت و صلح و ثبات انجام دهند. وی با اظهار تاسف از اقدام تروریستی در پاریس گفت این اقدام تروریستی نشان داد که تروریسم ویروس و خطری فراگیر است که می تواند همه مناطق جهان از جمله شهرهای بزرگ اروپایی را تهدید کند همزمان مدافعان حقوق بشر در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهرات در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران شدند. کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران که از سال 2004 توسط برخی پناهندگان سیاسی ایرانی ساکن فرانسه تأسیس شده در این بیانیه تاکید کرده است از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شده است 2000 زندانی اعدام شدند که در میان آنان مخالفان رژیم و نیز اقلیت‌های مذهبی و قومی وجود دارد این کمیته در بیانیه خود از فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستند در دیدار با حسن روحانی درباره وضعیت حقوق بشر نیز گفتگو کند در این نامه از جمله به عدم آزادی بیان و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران اشاره شده است در میان امضا کنندگان این بیانیه و حمایت کنندگان از آن اسامی شخصیت های شناخته شده فرانسوی هم به چشم می‌خورد. سفر آقای روحانی به فرانسه در حالی انجام می شود که این کشور از اتحادیه اروپا خواسته است که ایران را به خاطر آزمایش های اخیر موشکی خود هدف تحریم های جدیدی قرار دهد. اعضای این اتحادیه در حال بررسی طرح فرانسه هستند اما بیشتر اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که چنین طرحی با توجه به اجرای توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و تلاش هایی که برای احیای روابط سیاسی و تجاری با تهران صورت گرفته غیر سازنده است. کمی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دیپلومات های اتحادیه اروپا و یک مقام فرانسوی این خبر را تکذیب کردند و گفتند چنین درخواستی داده نشده است. سفر آقای روحانی از ابتدا تا این لحظه که این گزارش رو مشاهده میکنید همکنون در کاخ الیزه با آقای اولاند پس از دیدار دو ساعته در حال انجام کنفرانس مطبوعاتی هستند که گزارش آن را فردا مشاهده خواهید کرد آنچه که به سفر آقای روحانی مربوط می شود از ابتدا ایشان مورد استقبال وزیر خارجه آقای لوران فبیوس قرار گرفت و همینطور وزرای همراه او از جمله وزیر بهداری با همتایان خود ملاقات و قراردادهایی را امضا کردند دیشب آقای روحانی در هتل اینترکانتیننتال با حضور جمعیت قابل توجه ایرانی دیدار و مراسم شام را برگزار کردند امروز صبح پنج شنبه در مدف مشهور به اتاق بازرگانی مدیران بیش از دویست و پنجاه مؤسسه مهم حاضر شدند تا در مورد امکانات قراردادهای خود با مسئولان همتایان ایرانی خود صحبت کرده باشند آنچه که به مسئله حقوق بشر برمیگردد از یک شنبه گذشته تا حتی امروز و فردا تظاهرات گوناگونی از سوی ایرانیان و حتی از طرف فمینیست ها برگزار شد به پل بیر حکم یک خانم فرانسوی خود را حلقاویز کرد تا اعتراضی داشته باشد به شمار اعدام ها و حتی زنان در ایران که گفته می شود حدود هزار اعدام در سال انجام شده است روی هم رفته سفر آقای روحانی اونطور که خود و او گفته است در این خلاصه می شود که مایل است برگ تازه در روابط نه تنها با فرانسه که با دیگر کشورهای اروپایی و جهانی ورق زده شود پاریس تلویزیون ایران فردا جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حضور برخی از مخالفان بشار اسد که توسط عربستان سعودی حمایت می شوند در مذاکرات صلح سوریه مخالف است حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجی ایران در جریان سفرش به مسکو این گروه از مخالفان سوری را تروریستایی با ماسک تازه توصیف کرد وی گفت ما معتقدیم اصرار عربستان سعودی برای وارد کردن تروریست های شناخته شده به این مذاکرات به هیچ وجه سازنده نیست روز سهشنبه هفتم بهمن ما وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از مخالفان حکومت بشار اسد خواست تا از فرصت تاریخی مذاکرات صلح جنب استفاده کرده و در مذاکرات برنامه ریزی شده برای روز جمعه هفته آینده بدون پیش شرط شرکت کنند مذاکرات صلح جنب قرار است در روزهای آینده برگزار شود مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده این فرصتی برای آزمودن تمایل و قصد حکومت و جدیت جناهای مختلف برای انتقال سیاسی مسالمت آمیز قدرت در سوریه است به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مردم سوریه به این مذاکرات چشم دوختند و در پی یافتن نشانه هستند که امیدوار شوند قرار نیست به طور نامحدود در درگیری زندگی کنند دور تازی مذاکرات صلح سوریه قرار بود روز دوشنبه اول فوریه برگزار شود اما به علت اختلاف نظر در مورد گروه های مخالف شرکت کننده در این گفتگوها به تعویق افتاد و قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود اما به نظر میرسد این مذاکرات با دشواری های کلیدی روبرو شده است مسکو اصرار دارد که گروه اصلی کردهای سوریه PYD یا حزب اتحاد دموکراتیک در نشست جنف حضور داشته باشد و دلیل این اصرار را نقش بسیار مهم این گروه در مقابله با داعش و نیز پیش برد هر فرایند سیاسی دیگر در سوریه عنوان می کند. در مقابل ترکیه با حضور کردها در نشست ژنو مخالف است زیرا گروه های مبارزه کرد سوری را شاخه ها و انشاب های حزب کارگران کردستان پکک می داند. ترکیه تهدید کرده که اگر پیده در نشست ژنو حضور یابد این مذاکرات را بایکوت می کند. علاوه بر دشواری مذاکرات بین دولت سوریه و مخالفان ترکیب مذاکره کنندگان مخالف نیز بر پیچیدگی روند صلح افسوده است از نظر دولت سوریه مخالفان تنها شامل افراد و گروههایی باید باشد که در داخل سوریه حضور دارند و مشروعیت حکومت این کشور را قبول دارند این گروه ها در انتخابات ریاست جمهوری سوریه شرکت کردند اما مخالفان حکومت سوریه این گروه ها را نماینده مردم کشورشان ندانسته و مخالفت آنها را نمایشی توصیف می کنند. همزمان بین گروه های مخالف فعال در خارج از سوریه نیز اختلاف نظر وجود دارد و ایجاد نوعی تفاهم و همسویی بین مهمترین آنها در قالب هیئت عالی مذاکره کننده با تلاش فراوان امکان پذیر شده است. با این همه هنوز هم برخی از گروه های مهم مخالف حکومت سوریه به طور جداگانه فعالیت دارند. انتظار می رود که دور اول مذاکرات جنب به مدت دو تا سه هفته ادامه یابد. خبرها حاکی است که به دلیل رد صلاحیت گسترده انتخابات خبرگان رهبری در شش استان ایران با یک کاندیدا برگزار می شود. بر اساس فهرستی که روز چهارشنبه هفت بهمن توسط شورای نگهبان انتشار یافته در استانهای آذربایجان غربی اردبیل بوشهر خراسان شمالی سمنان و هرمزگان فقط به تعداد کرسی های خبرگان رهبری یعنی نه کاندیدا وجود دارد. همچنین بنابر این فهرست در اغلب استانهای دیگر هم شمار نامزدهای تایید صلاحیت شده کمتر از دو برابر تعداد کرسی های استان است. استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان غیر رقابتی ترین انتخابات را دارند و در آنها به ترتیب شش و هفت نفر برای پنج و شش کرسی تایید صلاحیت شدند. بنابر فهرست شورای نگهبان در انتخابات پیش روی خبرگان در سه چهارم استانها تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده دو برابر یا کمتر از دو برابر تعداد کرسیهای این است یعنی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در اغلب استانها بخت پیروزی 50 درصد یا بالاتر از آن را دارند. رقابتی ترین انتخابات برای مجلس خبرگان در استان قوم است که چهار نفر برای گرفتن یک کرسی تایید صلاحیت شده اند. شورای نگهبان قانون اساسی ایران در مجموع از میان 108 داوطلب نامزدی برای انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت 166 نفر را تایید کرده است. مجلس خبرگان رهبری 88 کرسی دارد. در دوره قبلی انتخابات مجلس خبرگان و در سال 1386 شورای نگهبان صلاحیت 164 نفر را برای رقابت بر سر 86 کرسی تایید کرده بود. رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور را برانگیخته است. در فهرست رد صلاحیت شده های شورای نگهبان علاوه بر حسن خمینی نام پدر همسرش محمد موسوی بژنوردی نیز دیده می شود. کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران و مهدی طائب رئیس قرارگاه امار از شاخصترین رد صلاحیت شده های اصولگرای شورای نگهبانند. نام مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و اطلاعات و وزیر فعلی دادگستری و رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز در بین تایید صلاحیت شده ها قرار ندارد روح الله قرهی رئیس حوزه علمیه امام مهدی و مرتزا آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری نیز تایید صلاحیت نشدند رهبران اصلاح طلبان و میان روها در ایران هنوز به فهرست کاندیداهای تایید صلاحیت شده واکنشی نشان ندادند. همزمان رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره استراتژی حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفته است اصلاح طلبان تلاش دارند با یک لیست وارد عرصه شوند وی افزوده باید اجازه ندهیم افراتیون وارد مجلس شوند اصلاح طلبان باید برای ورود به مجلس شناسایی شوند حتما برخی معتقدند باید از برخی اصولگرایان عاقل استفاده کنیم ما باید در انتخابات مشارکت حد اکثری داشته و مردم را تشویق کنیم رأی دهند ولو یک نفر داشته باشیم باید بالاترین رأی را به او داد روزنامه شرق در گزارش روز پنجشنبه خود این سخنان آقای منتجب را استراتژی حضور تحت هر شرایطی به عنوان راهبرد کلان اصلاح طلبان در انتخابات پیشرو دانسته است. به نوشته روزنامه شرق هنوز درباره تاکتیک شرکت در انتخابات جنبندی نهایی به دست نیامده است. عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت باید از ایران بخواهد تا امنیت هیئت‌های دیپلماتیک در آن کشور را تضمین کند و مهاجمان به سفارت و کنسولگری سعودی را مجازات کند آقای المعلمی ابراز امیدواری کرده که شورای امنیت به درخواستهای خود از ایران برای احترام گذاشتن به حقوق بین الملل در زمینه ی حفظ امنیت هیئت‌های دیپلماتیک ادامه دهد و فقط موضوع را به ابراز تأسف عمومی نگذراند. مقام های دولت ایران پیش از این اعلام کرده بودند که عاملان حمله به سفارت عربستان سعودی را دستگیر کردند این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه که به مسکو سفر کرده است روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه خواستار توقف افزایش تنشا از سوی عربستان در خاور میانه شد وی روز چهارشنبه برای انجام گفتگوها با مقامات روسی پیش از آغاز مذاکرات صلح سوریه به این کشور سفر کرده در همین حال نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با اشاره به تلاش نخست وزیر کشورش برای پایان دادن به تنش میان ایران و عربستان بر ضرورت خاتمه یافتن تنش ها در خاورمیانه از جمله اختلاف های میان تهران و ریاض تاکید کرد وی در جلسه ای روز چهارشنبه سازمان ملل در خصوص های مربوط به منطقه خاور میانه گفت سازمان همکاری اسلامی میتواند نقش مهمی در پایان دادن به تنش میان ایران و عربستان و برقراری صلح پایدار در منطقه ایفا کند همزمان خاجه اسف وزیر دفاع پاکستان نیز روز چهارشنبه بار دیگر موضع دولت این کشور را مبنی بر تمایل اسلام آباد برای حل اختلافها و رفع تنش میان ایران و عربستان مورد تأکید قرار داد وی ای در عین حال گفته است پاکستان در صورت هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی و حاکمیت عربستان در کنار این کشور قرار خواهد داشت. همزمان شبکه خبر ایران روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه از قول شبکه تلویزیونی العالم نوشت که هواپیماهای جنگی عربستان سعودی با حمله ای چندباره به مناطق مسکونی در نزدیکی سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن خسارتهایی به دیوار و حیات این سفارتخانه وارد کردند. خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه نوشت که جنگنده های سعودی با شلیک راکت به حومه سفارت ایران در صنعا خساراتی به ساختمان این سفارت وارد کردند. از این نیز تهران در روز هفدهم دی دیماه عربستان سعودی را متهم کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هواپیماهای خود قرار داده است یک روز پس از آنکه ایران تهدید کرد قصد دارد در این ارتباط علیه عربستان سعودی به سازمان ملل شکایت کند عربستان خبر این حمله را تکذیب کرد ستاد هماهنگی نیروهای ائتلاف عربستان در یمن اعلام کرد که هیچ حمله‌ای به سفارتخانه ایران در صنعا یا در نزدیکی این محل انجام نشده است. های ترکیه روز چهارشنبه خبر دادند که دادستانی این کشور تقاضای حبس ابد کرده برای دو روزنامهنگار ترک جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت به همراه دیگر همکارش ارمگول که هر رو از روزنامه سرشناس ترکیه و منتقد دولت هستند این دو روزنامه نوامبر گذشته از سوی قوه قضاییه ترکیه به اتهام اقدام علیه دولت و جاسوسی راهی زندان شده بودند اما داستان در واقع از آنجا آغاز شد که حدودا اوایل سال 2015 میلادی دادستان استان مرزی آدانای ترکیه دستور بازرسی محموله چند کامیون که از آن استان به سمت سوریه در حال حرکت بودن رو میده به زن این که این کامیون ها ممکنه حاوی مهمات و سلاح باشن پرونده در این رابطه تشکیل شد و خب همون موقع این موضوع خیلی در ترکیه سر و صدا و پا کرد و دولت با اعلام اینکه دادستان و استان مرزی و ماموران ژاندارمری حق بازرسی این کامین ها رو نداشتن حتی برخی از این افراد رو محاکمه کردند. اما تابستان امسال درست در بحبوحه کارزار انتخابات پارلمانی روزامه جمهوریت به سردبیری جاندوندار با انتشار یک فایل ویدئویی که مربوط به بازرسی محموله مورد نظر بود مدعی شد که دولت ترکیه تحت پوشش کمک های انسان دوستانه برای مخالفین سوری سلاح و مهمات میفرستاده و این ویدئو رو هم به عنوان سند منتشر کرده بود و گفته بود این ویدئو در پرونده تشکیل شده در استان آدانا موجود هستش بلافاصله دولت ترکیه به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که این یک دسیسه از طرف مجموعه گلن و روزنامه جمهوریت بر علیه دولت هست و این اتهامات رو رد کرد و گفت که این محموله در واقع کمک های انسان دوستانه دولت ترکیه شامل غذا و دارو برای ترکمن های سوری بوده اما این افشاگری از سوی روزنامه جمهوریت خشم آقای ارغان رو در پیداش به نحوی که او گفته بود که مسئولان روزنامه جمهوریت بابت این تهمت بهای سنگینی رو پرداخت خواهند کرد اردوغان بلافاصله از قوه قضاییه این کشور خواست تا با روزنامه جمهوریت برخورد بکنه از آن سو هم بجز آقای اردوغان میت ترکیه سازمان اطلاعات و امنیت این کشور به عنوان دیگر شاکی پرونده مطرح شد برای آمده همه موضوعات جاندوندار و دیگر همکارش اردمگل در ماه نوامبر دستگیر و راهی زندان شد که البته دستگیری این دو روزنامه نگار واکنش های زیادی در داخل و خارج ترکیه به همراه داشت از جمله تادی اروپا مقامات امریکایی و همینطور سازمان های مدافع حقوق بشر حتی سازمان گزارشگران بدون مرز درست چند روز قبل از دستگیری جاندوندار جایزه ویژه سالیان خودش رو به خاطر دفاع از آزادی بیان و اطلاع رسانی به روزنامه جمهوریت ترکیه اعطا کرده بود اما در این رابطه روز چهارشنبه شبکه خبری سی ترک و روزنامه سباه روزنامه نزدیک به سیاست های دولت خبر از محکومیت سنگین این دو روزنامه نگار رو دادن و گفتن دادستانی ترکیه تقاضای حبس ابد برای اونها کرده هرچند هنوز هیچ چیز مشخص نیست و این حکم قطعی نیست و نهایی نشده ولی به هر حال حکم سنگین و دست کم کم سابقه در چند سال اخیر در ترکیه بوده حالا باید دید این روزها که به ویژه ترکیه سرگرم گفتگوی جدی با مقامات اتحادیه اروپا جهت عضویت در این اتحادیه هست تا چه اندازه صدور این قبیل احکام بر روند این گفتگوها تاثیر میذاره یا متقابلا فشار مقامات اروپایی و پیش اونها چقدر میتونه مانع صدور این گونه احکام بشه استفان اوبرایان معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری در گزارشی به شورای امنیت گفت سازمان ملل سال گذشته 113 درخواست برای صدور مجوز تردد کاروان های کمک رسانی این سازمان در سوریه به دمشق ارائه داده اما دمشق بیشتر این درخواست ها را رد کرده است به گفته اوبرایان این سازمان در سال 2015 به رغم ارائه درخواست های متعدد کمک رسانی به سوریه تنها توانسته کمک های خود را به 620 هزار شهروند نیازمند سوری برساند. وی اضافه کرده تنها ده درصد کاروانهای امداد رسانی موفق به ارائه کمک شدند ده درصد دیگر نیز هرچند مجوز اولیه را از سوی دمشق دریافت کردند اما به دلیل فقدان تایید نهایی ناامنی یا عدم توافق بر سر تردد ایمن کاروانها عملا نتوانستند مأموریت خود را به انجام برسانند به گفته آقای اوبرایان 75 درصد درخواست های سازمان ملل از سوی دولت مرکزی سوریه سال گذشته بدون پاسخ ماندند او به شورای امنیت گفت چون این انفعالی غیر قابل قبول است طبق اظهارات اوبرایان در سال 2013 سازمان ملل و دیگر سازمان های امدادی فرادولتی توانستند کمک های خود را در اختیار نزدیک به 3 میلیون شهروند سوری قرار دهند در حالی که در سال 2015 این رقم به 620 هزار نفر کاهش پیدا کرده است وی هشدار داد که با تشدید درگیری ها و عمیقتر شدن بحران سوریه دسترسی به تعداد بیشتری از شهروندان سوری روز به روز سختتر می شود. سازمان ملل میگوید در حال حاضر 13 میلیون و 500 هزار نفر در سوریه نیازمند کمک های امداد رسانی هستند این در حالی است که شمار نیازمندان در سال 2014 یک میلیون و 300 هزار نفر بود ستفن اوبرایان تاکید کرده به رقم دشواری های روزافزون کمک رسانی به مردم سوریه امدادگران به حضور خود در این کشور بحران زده ادامه خواهند داد او خطاب به اعضای شورای امنیت گفت رنج ادامهدار مردم در سوریه را نمیتوان به پای کمکاری سازمان های کمک رسانی یا امدادگران نوشت. این وضعیت حاصل شکست هر دو طرف درگیری و جامعه بین الملل است که اجازه داده تا این بحران تا بدینجا ادامه داشته باشد. پس از گزارش استفان اوبرایان در شورای امنیت سفرای نیوزیلند و اسپانیا خواستار تلاش بیشتر شورای امنیت شده و گفتند که این شورا نباید اجازه دهد تا مردم ساکن در مناطق تحت تصرف دولت به سرحد گرسنگی و سوء تغذیه حاد برسند. آنها اضافه کردند که شورای امنیت باید فشار بر دولت مرکزی سوریه را افزایش دهد و دمشق را وادار کند تا به درخواست های کمک رسانی که توسط سازمان ملل و نهادهای امدادی وابسته به این سازمان ارائه می شوند در عرض 90 روز پاسخ دهد. بنا آمار سازمان ملل متحد همینک 15 منطقه در سوریه در محاصرند که به معنای محاصره 450 هزار نفر از جمله هزاران کودک در آنهاست. دسترسی به مناطقی نظیر دیرالزور که تحت محاصره نیروهای گروه تروریستی دولت اسلامی قرار دارد کاملا مسدود است.